معمای رابطه برقرار کردن. یک فرد بشری به میزانی که بین حیات فردی و اجتماعیش تفاوت است، در برقراری رابطه با دیگران مشکل دارد. یعنی به میزانی که پنهان و آشکار زندگیش متضاد است، قدرت برقراری روابطی عمیق و پایدار با دیگران را ندارد. به بیانی دیگر، آدمی به میزانی که آداب و رفتار روزمرگیش در تنهایی و یا با خانواده اش تفاوت زیادی از کردارش در حضور دیگران ندارد، میتواند روابطی عمیق تر داشته باشد و از تنهایی و حقارت زندگی فردی خود خارج شده و توسعه روانی داشته باشد و رشد جز این نیست. آدمی در ارتباط با هر کسی وارد جهان نوینی می شود، به خصوص که آن کس شباهت‌های کمتری با او داشته باشد. سخن از صمیمیت و عمق رابطه است که حاصل نزدیکی است، که این نزدیکی حاصل اعتماد است و حاصل به حداقل رسانیدن تفاوت رفتار فردی و جمعی است. پس سخن از صدق است. و اما چه چیزی این صداقت را ممکن می سازد؟ یعنی اگر فردی به محض روبرو شدن با فرد جدیدی مجبور به خود سانسوری شود، این امر مانع رابطه و دشمن صمیمیت و صداقت است. خود سانسوری همان عدم صدق با خیشتن است که در رابطه با دیگران خود نمایی می کند و آنچه که موجب خود سانسوری در این رابطه است، آن کردارهای خلاف عقل و عرف و اخلاق می باشد. بنابراین به امر تقوا می رسیم و تقوا را برخلاف ادعاهای لیبرالی مدرن بزرگترین عامل صداقت و عمق رابطه می یابیم و بلهوسی را دشمن رابطه درک می کنیم. در واقع پیروان اصالت فرد و زندگی خصوصی مستمرن بلهوستر و لاابالیتر می شوند و لذا مستمرن در یوزتر می شوند، زیرا عیاشی به طور کاذب بر امکانات و هزینه ها می افزاید که این امر موجب احتیاج و در یوزگی بیشتری در رابطه می شود. بنابراین در اینجا تضاد بین مکتب اصالت فردگرایی و ارتباطات جمعی را درک می‌کنی. یعنی آدمی هرچه که می‌خواهد فردتر و خصوصی‌تر زندگی کند تا آزادتر و لاابالی‌تر باشد، مجبور است که اجتماعی‌تر باشد و این دیالکتیک عرصه پیدایش همه تنش‌ها و تشنجات و نفرت‌ها و جنگ‌ها در جهان مدرن است که موسوم به دیالکتیک فرد جامعه می‌باشد. در اینجا دیگران دشمن درجه یک من می شوند و بالعکس. یعنی تلاش برای آزادتر و مستقلتر زیستن به دریوزتر و وابسته تر شدن منجر می شود و این تضاد ذاتی مکتب لیبرالیسم است که آن را به فروپاشی می کشاند و این است که از قلب لیبرالیسم شاهد ظهور فاشیسم و تروریسم و آنارشیسم هستیم. انسان هرچه که می‌خواهد در زندگی خصوصیش بی قید و بند تر باشد، در حیات اجتماعیش ریاکارتر و متشنجتر می شود و این همان دشمن رابطه عمیق و پایدار و رشد دهنده است. پروازه هست که در اینجا تقوا تنها راه برقراری رابطه صمیمی و خلاق می باشد و صدق را نه به معنای اصالت وقاحت و دریدگی، بلکه بر اساس عقلانیت و حرمت متقابل ممکن می سازد، زیرا آن نوع روابط بی بند و بار و لیبرالی که نامش دوستی های مدرن است، از حد عیاشی و ابتذال و خوردن به رابطه نامشروع جنسی تجاوز نمی کند و هرگز امکان رابطه بالاتنی پدید نمی آید.
به بیان دیگر، زندگی‌های جانوری و غریزی بزرگترین مانع روابط عمیق اجتماعی است که روح فرد را در بدنش مدفون می‌سازد و تن او را باطلاق روانش می‌نماید. آنچه که انسان را جهانی می‌کند، ارتباطاتی بر اساس عقلانیت و تقوا و ادب است و این است که جهانی ترین انسان‌ها با تقوا ترین انسان‌هایند، مثل انبیا و اولیا و عرفا. آن که تقوا ندارد هیچ دوستی ندارد و لذا شبان روز در صدد یافتن آشنایانی جدید است که معمولاً بسیار پرهزینه هستند، زیرا روابط پایین تنه‌ای این گونه‌اند.